در آستانه بهار 1402 پروان با شکوفایی گلهای رنگ و رنگ روی تپه های ارغوانزار گلغندی رنگ و بوی ویژه گرفته و از یازدهمین جشنواره ملی گل ارغوان با اشتراک مسئولان عمومی اطلاعات موینت اول وزارت امور داخله نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولین ادارات محلی پروان شعرا فرهنگیان و دوستداران جشن گل ارغوان در تپه ارغوانزار پروان دایر گردید مسئولان در ولایت پروان در صحبت‌هایشان برگزاری همچون محافل گفتند که قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز در میان مردم برگزاری همچون محافل رایج بوده پیامبران با استفاده از جشنها و محافل خوشی دعوت و اشادات اسلام را به مردم می رسندند. در چون این محافل شعر باید مفاهیم اصلی اسلام را در قالب نظم زمزمه کرده شجاعت غازیان حقیقی اسلام را تعریف کنند در این جشنواره شاعران و علاقمندان شیر و ادبیات با استقبال از میله گل ارغوان اشعار مناسبتی و میهنی زمزمه بوده و برخی هم ترانه و نعت سرودند. وصف باغ میهن ما در بخش از این جشنواره از سوی ریاست صنعت و تجارت پروان نمایشگاه تولیدات داخلی ارغوان به نمایش گذاشته شده است جشن گل ارغوان یکی از جشنهای فرهنگی مردم پروان محسوب می شود که همه ساله با رویدن های ارغوانی در تپه ارغوانزار گلغندی برگزار می گردد